از ادعای رابطه امارت اسلامی با شبکه القاعده تا رد پیوسته این ادعاها از سوی حکومت سرپرست. با آنکه امارت اسلامی افغانستان پس از روی کار آمدن در کشور همواره هر گونه رابطه با گروه های حراس افغان در منطقه را رد کرده، اما هر از گاه کشورهای جهان و سازمان های بین المللی از رابطه امارت اسلامی با گروه های حراس افغان نگرانی کرده و خواستار مبارزه حکومت سرپرست افغانستان با گروه های حراس افغان در افغانستان شده است. اما این ادعاها و نگرانی ها از چه چشمه منشا می گیرد و نفس این نگرانی ها چیست؟ در همین حال سازمان ملل متحد در گزارش فصلی خود که امروز نشر شده گفته کشته شدن ایمان الزواهری در کابل از رابطه امارت اسلامی با گروه های حراس افغان به ویژه القاعده پرده برداشته است. در این گزارش نیز آمده است که امارت اسلامی یک سال بعد از به قدرت رسیدن در کابل کنترل خود را بر افغانستان تثبیت کرده. همچنان در این گزارش از امارت اسلامی خواسته شده تا در حفاظت از حقوق کلی و به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان گام های مؤثر بردارد. اما گزارش سازمان ملل با اساس چه منبع‌ها استوار است و آیا نشر همچون گزارش‌ها در تغییر وضعیت در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ واکنش امارت اسلامی در باب نشر این گزارش چه خواهد بود؟ آیا حکومت واقعاً رابطه خود را با گروه‌های حراس افغان در منطقه حفظ کرده است؟ و از همه مهمتر، آیا واقعاً گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان این کشور و کشورهای منطقه و جهان را تهدید خواهند کرد؟ برای بحث بیشتر در همین مورد سید قریب الله سادات، آگاه مسائل سیاسی در استودیو، مرزا محمد یارمند، آگاه مسائل نظامی و اسحاق اطمر، استاد دانشگاه پم در خط اسکایپ هستند. سلام، شما بیننده برنامه افغانستان 1400 با من محب یوسفی هستین. خوش آمد میگم به مهمانان گرامی. با شما آغاز میکنم آقای اطمر، گزارش سازمان ملل را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ تشکر یوسف صاحب عزیز، سلام بر شما، سلام بر آقای یارمان صاحب و علیکم السلام، سلام بر تمام بیننده عزیزی که ما را میبینن. من فکر میکنم با گذشت یک سال طالبان نتونستن نمو اعتماد را که میخواستن از طرف مردم افغانستان و جامعه جهانی جلب بکنن او را به دست بیارن و این واقعا سبب نگرانی است، هم بر کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای آسیایی بیانه، هم بر جهانیان. و شواهد هم که اخیرا مثلا کشته شدن از زواهری که انقریب امکان ازی است که مواصنات ازی را رسانه‌ای بسازن که یک ثبوت باشه به دست امریکایی‌ها که اینا واقعا از زواهری را در کابل هدف قرار دادن و زبدن اعلان. اما آقای اطمر، امارت اسلامی بارها گفته که این ادعای امریکا نادرست هست. خب از این خاطر من گفتم که اونا امی اسناد آیست آیست رسانه‌ای میسازن و باید باز دیده شود که این اسناد دقیق است یا نیست. یعنی دو صورت است که حالی که طالبا میگن که نیست یا همچون چیز صورت نگرفته، طالبا هم ثبوت ندارن بر از کار خود که مثلا از زواهری کدام صحبت داده باشه یا کدام سند ارائه کرده باشه دالبری که از زواهری زنده است و کشته نشده. اما ایالات متحده هم تا هنوز هیچ ثبوت ارائه نکرده، درست؟ هدف ما این بود که اخیراً یک سلسله اسناد در رسانه ساخته امریکا و در این باورد و ای که طالبا باید این رخ بر مردم وضاحت بتن که خو که از زواهری نبود در خانه، در خانه کی بود؟ کسی کشته شده؟ نشده. خانه متعلق به کی بود؟ در خانه کی میششت؟ تمام سوال است که مردم باید جواب زیرا بدانن. یا خانه خالی متعلق به کی است؟ اگر در این خانه کسی بوده او کی است؟ او باید واضح شود. اینی سوالات است که در ذهن مردم است. و دیگه که جهان همینطور که شما در گزارشتان یادآوری کردین، جهان ای را میخواهد که طالبان به حقوق اساسی مردم احترام بکنن،
تعلیم دخترها را اجازه بدن، حق زنها را اینا احترام بکنن، در حریم شخصی مردم تجاوز نکنن، سر مسائل بسیار جزی جزی که او دور از اون مسئولیت شار است مداخله نکنن. تا حالا چقدر به نظر شما با غایت مر این مورد ها رعایت شده؟ من فکر میکنم تا جایی که ما ببینیم در رسانه ها هیچ مراحت نشده، بخاطر ازی که همینطور روزمره افتوار با اشخاص و افراد را میبینیم که دستگیر میشن، گم میشن، فامیلشان اونا این موضوع را رسانه ای میسازن، افراد و اشخاصی که مربوط به نظام گذشته است ترور میشن، اسیرای جنگی محاکمه صحرایی میشن و اونا هدف تیراندازی تیرباران قرار میگیرن. این موارد است که هم دنیا را نگران ساخته هم مردم افغانستان، و این موارد است که من فکر میکنم دنیا این را ملاحظه میکنه و از او تیر نمیشه. به اصطلاح رست آقای یارمند، گمان شما از نشر این گزارش چه هست مشخصاً؟ درود بر شما و جناب اتمرسه و سلام به هموطنان عزیز. من تا جایی که فکر میکنم ملل متحد که گفته طالب ها در یک سال گذشته خود تثبیت کردن، این باید وضاحت داده میشد که در بخش چی؟ در بخش ساختن دولت با قاعده‌های وسیع که خواسته. البته هدفشان در گزارش به اینکه کنترل دارن بر تمام افغانستان هست آقای یارمند. کنترل کی؟ امروزه در افغانستان اینمی 23-24 سازمان تروریستی کنترل داره. طالب ها در امور مدیریت مملکت اما قسمی که از لحن و کلام و رفتار و ایما و شیوه کرکتری از یا معلوم میشه، اینا آنقدر بیخبر هستند که نمیدانند که در کشور چی میگذره. هر گوشه از مملکت بر یک سازمان تروریستی یا به شکل مختلط یا به شکل جداگانه سپرده شده و در اوج با نظر داشته خطا مشی اینمی سازمان ها و تنظیم های تروریستی جلب جذب صورت میگیره، تعلیم تربیت صورت میگیره، بالاخره تشویق و ترغیب به انتحار میشه، مدارس ساخته میشه، مکاتب ساخته میشه، روی هم رفته کارهای صورت میگیره که بتانه اینا خب به آرزوی خلافت و به آرزوی امارت میخوان که میگن در دنیا باید یک امیر باشه و در دنیا یک خلیفه باشه، به همی گپ در اوهام بسر میبرن. اما اینا به دنیا ظرف 10 سال یا 5 سال آینده اگر عمری از یاد دراز باشه و 5-6 میلیون نفر تروریست انتحاری ترغیبات کردند، اینا سر از این برنامه کار میکنند. اینا بالای برنامه های کلانه که بتانه رفاه در افغانستان ایجاد کنه، بتانه نظام حقوقی افغانستان اصلاح بکنه و جور بکنه و بسازه به شکلی که او پیوندهای مماثل داشته باشه با نهادهای کشورهای منطقه و دنیا، و دنیا با یک یعنی من حیث یک کف با اینا تعامل بکنه. یک چنین چیزی را در وجودی از اینا به ذره هم دیده نمیشه. ملل متحد که میگه که اینا خود تثبیت کردن، تثبیت کردن به معنای ازی است که اینا میتونن خوب لطکوب کنن مردم، میتونن خوب بکشن مردم، میتونن خوب زندانی بکنن مردم، میتونن خوب بیاب و بیابرو به عزت بکنن، میتونن جریمه بکنن، میتونن بالای از اینا مالیات کلان وضع بکنن، میتونن بسیار درست اختطاف بکنن، میتونن بسیار درست به چور و چپاول دارایی آمه بپردازن. ما و شما شاهد هستیم که بسیار از عینیات حربی و لوجستیکی افغانستان کاملا به قاچاق رفت. درست آقای یارمند، شما پس به این باور هستین که تا حد زیاد این گزارش نادرست هست به باور شما در قسمت کنترل بر افغانستان؟ البته
ببینید کنترل در افغانستان طوری نیست که مرکز یک برنامه داشته باشه و این برنامه مدونه در بایدهای دومی و سومی تقسیم کرده باشه، سیمینار را گرفته باشه به خاطر ارتقای ظرفیت و اینمی یک روشه که در مرکز دستور داده میشه در آخرین نقطه در سرحدات در رسوالی ها قرائجات کشور تطبیق شده، طوری نیست. مثلا رئیس امر به معروف نهی از منکری ولسوالی خوجه‌بادین یک قانون داره، از چاهاب دیگه قانون داره، از بلخاب دیگه قانون داره، از متاخان دیگه قانون داره، از بینگولده که قندار دیگه قانون داره، از کوسان ایراد دیگه قانون داره. اینا هر کدامی از اینا یکی از یه اصل اشاعتی، یکیش از سلفی، یکیش از حنفی، یکیش از اشاعت و توحید، یکیش از یک چیز دیگه، دیدگاه های مختلف دارن. اینا از مربوط به گروه های مختلف بنیادگرایی تروریستی میشوند. اینا یکی در همون ساحاتی که حالا شما همه قدر انتحاره که میبینین نمیدانین، اگر این خود تصویر کرده باشه این انتحاره که در دروازه مسجد وزیر اکبرخان میشه، این عملاتی ببخشین، این عملاتی که در هر مسجد و تکیه خانه و در هر شهر و بازار صورت میگیره، اینا خود تصویر چی کردن؟ چی کسی را اینا دستگیر کردن؟ کدام تحقیق علمی را و توان با میتودهای علمی اینا پیش بردن که اینا از محل واقعه به شبکه رسیدن و جرم و مجرم را تثبیت کردن؟ ممنونتان. رفت و برگشت کوتاه. در ادامه برنامه افغانستان چهار دست. آقای سادات، به نظر شما گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد مبنی بر این که امارت اسلامی رابطه داره با گروه های هراس افغان، به نظر شما چگونه یک پیامد خواهد داشت؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور شما، مهمان های در بحث، همکاران تخنیکی. من شخصا متاسف هستم بر سازمان ملل، که سازمان ملل متاسفانه به طرفداری بعض حکومت ها صحبت میکنه، نه بس ایس یک سازمان بی‌طرف. مثلا کشورهای مقتدری که مثلا موضوع ایمن الزواهری و امریکا یک بحث جدا است که او مربوط به سازمان ملل، اگر واقعا نماینده سازمان ملل در افغانستان است، می آمدند ساعه را تثبیت میکردند، منطقه را کور میکردند، میدیدند که واقعا اگر گپ امارت اسلامی دروغ بود برای امارت اسلامی توصیه میکردند که شما از امو قرارداد دوحه یا توافقنامه تخطی کردین، و اگر یک حقیقت داشته باشه و امریکایی‌ها حق داشته باشن از نگاه قوانین که هر کس دشمن خود در هر جای گیر کرد بزندش، باز بر امریکایی‌ها میگفتن که امریکایی‌ها یا اشتباه کرده یا خلاف قوانین بین المللی حرکت کرده. هر حرف امریکا حقیقت ندارد که امریکایی‌ها میگد که ما رهبر القاعده را در اسلام آباد بیت آباد گرفتیم و به اصطلاح کشتمش و مردهش هم پیدا نشد و قبرستان هم نداره، و ایمن زواهری را در وزیر اکبرخان در چند متری ارگ کشتیم و جنازهش هم پیدا نشد و حتی هیچ مرجع دومی یا سومی یا یک سازمان مستقل را تایید نکرده. این تمام موضوعات یک جنگ روانی است و جنگ فرسایشی است که بر برنامه های بعدی خود اونا راهکارا و رابردهایی را در نظر میگیرند که ایجا در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارد. خب اگر قبلا بهانه بود، جنگ بود و وضعیت ناخوشایند و نامناسب بود، حالا که وضعیت افغانستان امنیت است، اینا موتورهای زره و بهترین وسایل و وسایط و امکانات دارند، هر جایی که گروه های تروریستی است موقعش برای امارت اسلامی یا سازمان های بین المللی گروه های دیگه بگن که در فلانی جای فلان کس چقدر نفر است، چطور میتواند امارت اسلامی در چند متری از او خبر نباشد و آمریکا از واشنگتن منطقه را کروکی میگیره و نقشه خانه را به اصطلاح در اختیار رئیس جمهور یا رئیس سیا میگذارد. اینا تمام از جنگ روانی است و یعنی بهانه است برای هستند که ادعای کشته شدن زواهری در کابل از سوی آمریکا نادرست است. ببینین، ما و شما در موضوع ادعا هیچ وقت قاضی قضاوت اول نمیتونه ثابت بکنن، محکمه اولی، دومی، سومی و حتی تجدید نظر هم دارد که ما محاکم بین المللی داریم، مراجع شکایت داریم. امریکایی‌ها وقتی که توافق نامه را اگر تحت نظر سازمان ملل متحد در دوحه امضا کردن، توافق کردن، مرجع شکایت معلوم است که برای به مرجع شکایت بگن که اینی بس آیت می تحقیق میکنه، سارنوال تحقیق میده به قاضی
محکمه میکند، مدعی و مدعی علیه است. این تو خب مثلا نمیشه که هر حرفی که امریکایی‌ها گفت حرف امریکایی‌ها حرف آخر و گپ حقیقت است. متاسفانه در افغانستان 43 سال جنگ که سپری شده توطئه بوده، دسیسه بوده و کشورهای قدرتمند و ثروتمند و استبداد و استکبار تانستن اینجا برای اهداف طویل مدت خود یک پای جای پای پیدا بکنه. امروز ببینین امریکایی‌ها پولای افغانستان از یک مسیر فریز کرده، از مسیر دیگه کمک میکند به یک نوی که او هیچ قابل حساب نباشه و کس از او حساب گرفته نتانه و ادعا میکند که 2000 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده. خب اگر 2000 میلیارد دلار تو در راه جنگ به مصرف رساندی، حسابش به مردم افغانستان چه رب دارد که تو جامعه جهانی را مدیونت میکنی؟ حتی پولای کمکی جامعه جهانی که بشر دوستانه هم بوده متاسفانه در راه جنگ از بین رفته و به مصرف رسیده. کیم مسئولیتش در گردن امریکا؟ چرا که امریکایی‌ها بر خود اجازه میدن از یک قاره به قاره دیگه میان عملیات میکنن بدون در نظر داشت قوانین بین المللی و روابط بین دول یا حکومت ها که چطو میتونن مثلا به خود اجازه بدن که بیاید به هر کشور؟ آیا امریکایی‌ها سند سازمان ملل تنها به نفع خود تعریف میتونه یا ماده 51-52 را هر کشوری که دلش نخواست که مطابق میلش نبود در اوج تهاجم بیارد یا تعارض بکند؟ تمام آسیا را امریکایی‌ها به خاطر بی‌ثباتیش تلاش داره و کوشش داره و حال هم میخواهد که جنگ در آسیا و اروپا باشه و امریکایی‌ها در این موضوع در امان باشه. آقای اتمر، آقای سادات گفتن که سازمان ملل به نحو از سوی امریکا تأثیر پذیر بوده و گزارش هایی که نشر میکنه چندان قابل اعتبار نیست. من فکر میکنم که سازمان ملل از خود چارتر داره، اونا تعهدات دارن و سازمان ملل تنها به دست امریکا نیست. کشورهای دیگه در جهان بیشتر از 200 کشور عضو هست و اونا هر کدام طرفدار امریکا نیستن. درست است که امریکا در رقابت‌های منطقوی استفاده خود را میکنن، ولی ما میبینیم که تمام صلاحیت ملل متحد به دست امریکایی‌ها نیست. و بر صورت اینجا یک چیز را که نباید فراموش بکنیم که در منطقه و مخصوصا در افغانستان رقابت های جهانی موجود است، رقابت های منطقوی موجود است، رقابت در بین ابرقدرت ها موجود است. تمام از وقت تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، افغانستان در سوش اینمی بازی ها بوده. اگر شما او حاکمیت 14 ساله را ببینین و نفع یک کشور میچرخید، بعد از او آمدن مجاهدین و طالب کل از اینا پروژه های بود که ما دیدیم. و حتی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان امروز مسائل بیرون میشه از مطبوعات دنیا که هدف امریکا در 20 سال اخیر هم در افغانستان این نبوده که اینا بیاین اینجا حکومت باثبات و اینجا شکل بتن، اینجا دموکراسی و حقوق بشر تمام این موارد احترام بکنن. خود امریکایی ها موارد حقوق بشری در افغانستان نقض کردن. شما اسناد و شواهد دارین که افراد ملکی توسط از اینا کشته شدن، بمبارد شده و از خانه کشیده شدن، امیتر مثل که تروریست ها میکنن این چیز امریکایی ها میکنن و این را تجربه شب با شما دمید. تاریخ خود داریم در طول 20 سال گذشته موارد بوده. ولی گپ سرزی است که خب درست است که موارد را که ملل متحد خاطر نشان می سازه یا به اصطلاح پوینت اوت می کنه به این معناست که اینی موارد موجود است. ما در اینجا اگر حساس باشیم اول باید ببینیم که این موارد هست یا نه. اگر باشه او را باید اصلاح بکنیم یا با اصلاح از او بپردازیم، اگر نباشه باید او را رد بکنیم، اعتراض بکنیم. مثلا گزارش ملل متحد است، اینجا حکومت طالبان گزارش قبول نداره. اینا
از رای از چینل های دیپلماتیک گیره جواب بتن بر مردم بگوین، اول بر کشور خود بر مردم خودی گپ بزنن. در سطح تبلیغات این مسائل حل نمیشه که ما در سطح تبلیغات بریم. و اما آقای اتمرد، از بس دیپلماتیک شما گفتین میدانین که امارات اسلامی روابط دیپلماتیکش با برخی از محدودیت ها و تحریم ها مواجه و برابر است، فکر میکنین امکان داشته باشه که از راه دیپلماتیک حل شود، یا هم نگرانیه که امارات اسلامی داره از سوی سازمان ملل از راه دیپلماتیک شنیده شود در حالی که تحریم شده در بیشتر موارد؟ ببینین اینا وزارت خارجه دارن، اینا دولت دارن، اینا یک نظام دارن، خود نظام میگیرن، سخنگوی ها دارن، اینا در قطر دفتر دارن، دفترشان نطاق داره، اینا نماینده امریکا اونجا که دیشان در قطر پالو با پالو دفتر داره، هر روز که از اینا ملاقات میکنه، نماینده یوناما در کابل ششته، اینا نماینده ملل متحد نیست، چی هست یوناما که در کابل است؟ و رئیس یوناما، معاون یوناما هر روزه که از اینا ملاقات داره، کجاست دیپلماسی از اینا که برای از اینا بگه که برادر این گزارش که خودت دادی غلط است، من این را رد میکنم، یا خود این کار را نکردن، نه نماینده یوناما را خواستن، نه نماینده امریکا را احتجاج برشوان کردن، و نه اینا کدن کنفرانس مطبوعاتی داده وزارت خارجه که با وارد ایران در کنفرانس مطبوعاتی وضاحت بتن و ایران رد میکنن. از این خاطر است که ما بگیم که برادر موقف یک حکومتی تو نبیماشه، شما یا ایران قبول بکنید یا رد کنید. اگر رد میکنید بفرماین ایران در میدیا برن، خودتان وزیر خارجه، نماینده دولت، سخنگوی دولت این مسائل اعلامیه بتوانید رد کنند. فکر میکنین چرا تا حالا رد نشده یا اعلامیه داده نشده دست کم تا حالا؟ باید خود از اینا جواب بتن که چرا رد نشده. ایره خب ما جواب داده نمیتونیم، برای که ما نماینده از اینا نیستیم. درست. و همچنان برنامه افغانستان 14 ساعت ادامه داره. پیش از آن وقفه کوتاه. همچنان بیننده برنامه افغانستان 14 ساعت هستین. آقای یارمن، به نظر شما آیا واقعا گزارش هایی که از سوی سازمان ملل متحد به نشر میرسه غرض‌آلود است؟ اکثرا غرض‌آلود است. ملل متحد ژرف‌ترین معلومات ها را در قبال هر ولایت، هر ولسوالی، هر قریه با خود داره. ذره ذره از آنچه که در نوار مرزی افغانستان میگذره با خبر است، و آنچه که در داخل شهر کابل میگذره، آن حتی موقعیت های جنبش انصار الله، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، تمام سازمان القاعده، همگی برش تثبیت است. شبکه انسانی که ملل متحد داره در افغانستان هیچ سازمانی نداره. درست. و در این گزارش بیشتر روی حقوق کلی به ویژه حقوق زنان و دختران هم تأکید شده، هرچند ما در یک سال پسین بارها تأکید شدن همچون موردها را شاهد بودیم، گواه بودیم، ولی باز هم نشر میشه، باز هم نشر میشه. به نظر شما در یک سال پسین چقدر این دو مورد یا یک مورد جدی گرفته شده از سوی امارات اسلامی، در حالی که بارها از سوی سازمان ملل همچنان در میان گذاشته شده؟ ببینید، شاکله خود امارات اسلامی، شاکله القاعده، شاکله هر سازمانی از داعش مشخص است. اینا دو چیز میخوان، یکی امارت میخوان، یکی هم خلافت میخوان. وقتی که اینا خلافت میخوان یا امارت میخوان، در بعضی مسائل فرعی با هم مخالفت دارن، اما در اصل همه در یک سنگر قرار دارن. بنابراین خط و مشی که طالب، داعش، القاعده، جیش محمد، انصار الله، اویغورها، آن کسایی که داره، همه یک خطرمش و یک برنامه است. ما نمیتونیم اینا رو تفکیک بکنیم، به دلیل از اینکه اینمی گروه ها همه فعلا در افغانستان هستند و همه به خاطر اینمی
در مبارزه میکنن در افغانستان که ای که بعدها چه قسم یا تغییری شکل داده میشه، بعدها چه قسم استخبارات کشورها در وجود از یا نفوذ میکنه که یکی از رهبرهای از یارب میکشه، بالاخره برنامه از یا تغییر میخوره و اینا نمیتونن امارت و خلافت رو در دنیا بیارن یا در کشورهای همسایه بیارن، این گرف جدا. اما در اصل برنامه از یا اینمی است، اینا میگن که خط و مش ما اینمیست که ما با یهود و نصارا سازش نداریم. نبیت الله خان این گفت واضح گفت، ما قطعا اگر بمی اتمن بخوره از مش خود نمیگردیم. در دفعه پیش ملا مدام راخون به صورت قطع و امارت خدا گرفت فدای اسامه بلادن کرد. اینا خط و مش شانه از بمی شکل یا شستشوی مغزی شده. به همین منظور باور ما به این است که ملل متحد یا دچار خودفریبی است یا یک چیز را تهیه میکنه که بخور دنیا بتوانه برای خود بودجه بگیره. امیال افغانستان دچار فقر است، دچار بیکاری است، دخترها به مکتب نمیره، بچه ها به مکتب نمیره، تمام کسی که در مکتب خوانده فعلا از وظیفه بیرون شده، تمام متقاعدین حقوقشان پرداخته نشده، هیچ نوع خدماتی ارزه نمیشه و علاوه از او تکس بالا میره، مالیه بالا میره، عشر بالا میره، قاچاق مواد مخدر با وجودی که ایبت الله اعلان میکنه به آسمان میرسه. در برامچه هلمند اینمی تمامی کسایی که کلانهای طالبا هستند و اوی شریک هستند. یک چیزی از حرامین شمس است که از هر کس کده منابع تحقیقی ملل متحد را پوری دقیق دارد، از هر کس که کشورهای پیشرفته دنیا را پوری دقیق دارد، سر از این مسائل باید تماس گرفته شود. اینا چی میگن؟ والا طالبا خود تثبیت کرده، گفت بسیار مضحک و مسخره. خود تثبیت در چی کرده؟ در کدام سیستم عدلی قضایی؟ در کدام نظام حقوقی؟ در کدام پلیس؟ در کدام سارنوال؟ در کدام محکمه؟ در کدام ارائه خدمات؟ اما آقای یارمن، یکی از تعهدهایی که امارت اسلامی در توافقنامه دوحه سپرده بود همی بود که با هیچ گروه حراس افغان رابطه نمی داشته باشد. حالا فکر میکنین این مورد به قول شما البته جدی نقض شده، درست؟ من یاد حاضر آماده هستم که در از پندوز شروع در هر خانه که جنبش انصار الله تاجیکستان است، امارت قزاقستان است، جنبش اسلامی ترکستان شرقی است، القاعده که اینا کلش القاعده هستند، جنبش اسلامی ازبکستان است، هر کدامش با آدرس نشان بدم و اینا یک جای در چوکات یک تشکیل در چوکات سلسله مراتب از بالا به پایین، از پایین به بالا، از راست به چپ، از چپ به راست، اینا میشین در سرحدات افغانستان وظیفه اجرا میکنن. اینا فایر کردن، انداخت کردن به طرف تاجیکستان و ازبکستان، اینا با ترکمنستان برخورد کردن، اینا چند بار با ایران برخورد کردن، اینا چند بار میشه با پاکستان برخورد میکنن. مگر این جنبش تی تی پی از کجا میره با پاکستان عملیات میکنه؟ یکی میاید هتل سرینا، طالبا سهولت فراهم میکنن، با رهبری پاکستان میشینن ملاقات میکنن. مگر ثابت کننده ای ادعا نیست که افغانستان مخزن التروریسم است؟ ممنون از آقای سادات. ما بارها گواه بودیم که هم امریکا و هم سازمان ملل متحد ادعا کردند که رهبر القاعده در دل افغانستان کشته شده، ولی تا حالا که چند ماه میگذره هیچ سند و ثبوت پیشکش نشده. اگر واقعا کشته شده پس چرا سند ارائه نمی کنند؟ اگر کشته نشده پس چرا ادعا می کنند؟ ببین، قبلا ما موضوع یادآور شدم، خب بعضی موضوعات را متاسفانه دنیا به شکل اتفاق افتاده که هر کسی که میگه نان دهد فرمان دهد. ما قبلا گفتیم که سازمان ملل متحد در اختیار امریکا نه، ولی متاثر از داده های امریکا است. کشورهای اسلامی جرأت نکردند که با امارت اسلامی تعامل بکنند، اونا متاثر هستند. سیاسیون افغانستان در بیرون و در داخل از نظریات و پیشنهادات و انتقادات امریکا در حراس هستند که ببینن که اینا دیکته میکنن که چه کار باید کنیم چه کار باید نکنیم.
اگر مردم افغانستان دمی شرایط فعلی که یک فرصت طلایی است، یعنی افغانستان پایتخت است و ولایات است، ولسوالی است، واحد شده، یک تعامل کلان سیاسی اجتماعی نکنند، متاسفانه باز هم امی افغانستان مثل که در 43 سال پیلیگون سلاحای روس و آمریکا بود، از میگ 27 و میگ 21 روسی و استنگر و بلوفایف امریکایی، باز هم ما شاهد عموت و وضعیت خواه بودیم که انتظارش هم نداریم. هدفتون از تعامل مردم افغانستان چه هست؟ چگونه باید تعامل کنیم؟ ببینین، اول خب ما امی تقاضا رو میکنیم که بانهایی که مردم افغانستان در اون متضرر نمیشه، اسلام از اون صدمه نمیبیند، مشکلات و چالش هایی بر آینده ما ندارد و ما یک هدف مقدس داشتیم که عبارت از اسلام و آزادی افغانستان بوده، او به دست ما آمده. مردم افغانستان هم 99% مسلمان است، فقط تشریع احکام و به اصطلاح سهولت ها برای آگاهی مردم امی کفایت میکنه. دیگر اگر ایجا حاکمیتی که فعلا در رأس از امارت اسلامی است راه را باز نکند، برای از این که چطور میتونند زبان جامعه جهانی را از نگاه حقوق و علوم سیاسی، از نگاه دیپلماسی، از نگاه روابط بین دول و تعاملات سیاسی که ما به او وابسته هستیم، یعنی اگر کشورهای اسلامی را انتظار داشتیم که در طول 13 ماه یا 14 ماه با ما تعامل بکند، امروز قطر انکار میکند از امارت اسلامی، در حال که اونجا دفتر نمایندگی دارد. یعنی شما فکر میکنین این کشورها هم متاثر است از امریکا؟ خب ببینید، اگر متاثر نیستن خب چرا خودشان مستقیم درخواستشان یا نظرشان یا نمایندهشان به کابل نمیفرستن که تا بیاین صحبت بکنن؟ خب اگر سهولت هست از امارت اسلامی برای باز کردن مکاتب، شما چه دلایل دارن؟ ما چهار تا مفتی مسلمان نداریم که نظر بدن، نظر به حکم اسلام اینی راهکار است و نظر به قوانین بشری این حق انسانی ماست، از نگاه قوانین حکومتی این حق رعیت دارد بالای حکومت. وقتی که نظریات تبادله میشد، باید این سهولت ها و این دیدگاه چرا تا امروز تقاضا نشده که مستقیم با این موضوعات صحبت شود؟ نماینده سازمان ملل میاید اینجا مثل از این که مهمان است و صحبت هایی میکند که امو صحبت ها را تام وست نماینده ایالات متحده امریکا میکند، نماینده سازمان ملل هم عین نظریات. آیا نظر مستقل شما در رابطه با جهان و افغانستان ندارن که خودتان ابراز نظر بکنین یا کشورهای دیگه؟ متاسفانه ما فرصت سوزی میکنیم، ما فرصت ها را از دست میدیم، ما با خود ما را با دست خود با مشکلات مواجه میکنیم. امروز اگر راه را برای مبارزه اجتماعی سالم ما مساعد بکنیم، شرایط سهل بسازیم، راهای گفتگو مفاهمه و افهام و تفهیم باز بکنیم، خب طبیعی است که به جنگ نیاز نیست دیگه، ما از جنگ خسته شده ایم. مردم افغانستان عامل فرصت سوزی ها به نظر شما کی است؟ اصلی فرصت سوزی ها رو سازمان ملل متحد میکنه، چرا که امروز سازمان ملل متحد به جای از این کی طرف امارت اسلامی رو متهم به این کارا میکنه که مثلا یک دو سه باید به با امریکا هم بگه چه حق داری که پول افغانستان که حق مسلم مردم افغانستان است و او را تو فری ساخته نصف میکنی میتی به سویس که یک کس اگر او دو صلاحیت داشته باشه با فلان شکل که خود یک شخص بسازد، یا قوانین بانکی افغانستان یا قوانین بین المللی که ما از پول خود با چطور میتونیم سودجویی بکنیم، چطور میتونیم بهره برداری بکنیم؟ بارها مطرح شده که امارات اسلامی باید مشروعیت جهانی کسب کنه در نخست. خب مشروعیت جهانی با تفاهم میشد یا با تحریم؟ اگر تحریم بکنن، این تحریم بالای حکومت خود هیچ فشار را وارد نکرده، اینا نان خود میخورن، امکاناتی که هفتوار برشان داده میشد به اصطلاح به بانک و از بانک به یک طریق میتونند به هر شکل ممکن، آدمای کلان هستن، صبر هم میتونن، روزه هم گرفته میتونن، اما اطفال یتیم و بیچاره و درمانده بیوزن و اشخاص و بینوایی که امروز در زیر آسمان خدا سقف خانه هم نداره، او چه کار باید بکنه؟ آیا سازمان ملل متحد افکار و دیدگاه و بینش و کنش چندگانه ندارد؟ آیا امی روش را که در قبال اوکراین نظریات شانه هر روز به اصطلاح به شدیدترین الفاظ در مقابل یک کسی که عضو سازمان ملل و شورای امنیت است عکس العمل نشان میده، آیا در مقابل خواسته های مردم افغانستان عکس العمل نشان داده؟ میاین روزانه نان توزیع میکنن، خب ما را برای یک روز نان میده.
اقتصادی، تمام سکتورهای اقتصادی متوقف کرده. سیاست و اقتصاد دو تا با اصطلاح بازو است. اگر یکیش فلج شود دیگر از اون فلج میشه. و اگر افغانستان امروز که یک امید پیدا کرده، یک روزنه امید پیدا شده که ما آزاد شدیم و افغانستان هم میتونیم خودمون مدیریت بکنیم، شرایط برازی بسازیم. رسول مسئولیت امارت اسلامی چه هست؟ چون به نمایندگی از مردم افغانستان امارت اسلامی مسئول هست و نماینده هست، نه سازمان ملل. ببینین اگر امارت اسلامی در قبال افغانستان مسئولیت دارد، سازمان ملل در قبال جهان مسئولیت دارد. چرا سازمان ملل متحد میگه که در از افغانستان جهان احساس خطر میکنه؟ اگر احساس خطر میکنه، خیر راهکار چی است؟ راهبرد چی است؟ نظر چی است؟ چطور میتونی ما را از این مشکل خلاص بکنی؟ گیرم که همین مشکل در افغانستان وجود دارد. آیا انتظار از این میکشین که افغانستان باز دوباره انفجار کنه؟ افغانستان که امریکایی ها اروپایی ها تمام از به جای قلم و کاغذ بمب و باروت و توپ و تانک و بر ما هدیه دادند و آوردن اینجا افغانستان پر وسایل نظامی ساختن و رها کردند که باز ما در تقابل با هم دیگر قرار بگیریم. ما به دیدگاه دوستای خود احترام میکنم، دوستایی که در بیرون هستن حداقل یا خودشان مسئول هستن یا اگر نیستن امکانات دارن که فامیلشان میتونه تغذیه بکنه، اما مردم افغانستان امروز با دچار شدیدترین بحرانی است که فصل زمستان در راه است و اگر تدابیری برازی گرفته نشه امروز بحران ما به فاجعه میرد و ما بدترین حالت را هم از جنگ سپری کردیم، هم از کرونا سپری کردیم و هم این مصیبت هایی که در این فصل زلزله را سپری کردیم، 22 ولایت سیل برده. ما منتظر ازی هستیم که سازمان ملل متحد هم اظهار پشیمانی یا اظهار به اصطلاح پریشانی میکند که ما متاسفانه چه کردیم. ببینین از زمان ما دیدگاه های سازمان ملل متحد، از زمان پرزیدنت خاویار، پتروس غالی، کوفی انان، بان کی مون و آنتونی گوتریش که امروز در رأس سازمان ملل قرار دارد، چرا میرد در اوکراین با مردم از او در کیف همدردی میکند؟ آیا به اصطلاح نمیتوند که بیاید با مردم کابل در افغانستان هم همین همدردی خود بکنند که شما خیر اگر امارت اسلامی بالای شما توجه ندارد، سازمان ملل در اختیار شماست، مؤسسات خیریه و نهادها را ما همکار میسازیم تا قضیه سیاسی افغانستان حل فصل شود، قضیه اجتماعیش ما کنترل و مراقبت. شما به این باور هستین که سازمان ملل استفاده ابزاری میکنه؟ خب ما گفتم سازمان ملل متاسفانه تحت تاثیر کشورهایی که امکانات در اختیار سازمان ملل قرار میده، امو شورای امنیت که به اصطلاح حرف اول میزنه، اول بی‌عدالتی دنیا دمی است که شورای امنیت هر چیز داره که به نفعشان باشد قبول میکنن، هر چیزی که به نفعشان نباشد ویتو میکنن. دوم هم این که آمریکایی‌ها با داشتن دلار که پول جهانی شده هر کشور را میتونه در اختیارش قرار بده و هر کشور را میتونه سرنگون بکنه. اگر دوستای ما میگن که سازمان ملل خودش هر کس دیدگاه خود میتونه، دیدگاه کشورهای فقیر در سازمان ملل چه ارزشی دارد؟ ببینین ما شما اگر از سازمان ملل دور هستیم، امریکا نرفتیم، ولی امروز رسانه ها در خانه های هر کسی میتونه تحلیل بکنه. ما 43 سال میشه که قضیه سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی افغانستان میبینیم، مشاهده میکنیم که هیچ کشور در افغانستان صادقانه عمل نکرده و امروز هم متاسفانه توطئه های از جریان دارد که افغانستان دوباره با جنگ و بدبختی ببره. میان برنامه آقای اتمر، به نظر شما تداوم این حالت و نشر همچون گزارش ها چقدر میتونه پیامدهای منفی داشته باشه و به نظر شما راهکار چه هست که ما دیگر گواه همچون گزارش ها نباشیم؟ ببینید مسئولیت حکومت ها به دوش رهبری و حاکمیت میباشد. ما توقعی بود زمانی که طالبا قدرت سیاسی را به دست گرفتن، اینا باید یک برنامه می داشتن، برنامه اقتصادی می داشتن، برنامه انکشافی می داشتن، برنامه های دیگه می داشتن. مثلا خود از این عوضی که مشکل مردم به طرف حل شدن برن، مشکلات خودشان خلق کرده رفتن. به طور مثال مسجد ساخته را به کاتب دخترانه، این یک مشکل بود که مردم با آمدن طالبا با این مواجه شد و این بسیار سر روان و روحیه و سر سیستم زندگی مردم
تاثیر گذاشت. به می ترتیب شما اگر اقتصاد نداشته باشین شما اصلا استقلال ندارین. زمانی که پول ما را خارجی ها بته، ما اگر بگیم که ما آزاد هستیم، این آزادی معنا نداره. آزادی وقت به دست میاد که ما آزادی اقتصادی داشته باشیم، بی نیاز باشیم از کمک‌های دنیا. تا زمانی که ما نیازمند به کمک‌های دنیا هستیم، ما اصلا استقلال و آزادی نداریم. خب، برای ازی ما عدم برنامه ریزی دولت بر مردم این یک چیزی است که مردم سرگیج ساخته. گپایی که پیشتر یارمن سردم و پیشتر دست صحبتهای خود گفتن که ما از دولت برنامه میخواستیم، دولت باید برنامه ریزی میداشت، دولت باید سیستم تعلیم تربیه را پرگرام میکرد، این مشکل باید حل میشد، دولت باید سیستم اقتصادی را فعال میکرد، دولت باید متقاعدین را معاش تقاعدش را میداد، دولت باید به کسایی که تحصیل کرده بودن و جوان هستن با انرژی و نیرو هستن اینا برای کار بر وطن خود باید اینا برشان کار داده شد. بسیار زیاد تشکر آقای یارمند. گمان و فکر شما و کارشیوه پیشنهادی شما به خاطر برون رفت از وضعیت کنونی چه هست؟ باور ما وضعیت افغانستان روز به روز اگر به همین شکل گذاشته شود، ما ظرف 5-10 سال آینده شاهد حضور و وجود 5-10 میلیون تروریست خواهد بودیم. همون قسمی که مثلا فرصت اندک تانستیم 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر داشته باشیم، به دلیل از اینکه زمینه مساعد است و تمامی سازمان های تروریستی در روی هر که در هر ولایت و در هر قریه که قرار داره در هر ولسوالی تروریست درگیر میکنه و این خدمات توقف کرده. بناهن طالب ها ایتونیسته که همه از یا مردمی باشن که تعهد داشته باشن به تروریستی شدن افغانستان و دنیا، یک گروهی از اینا طرفداری ازی هستن که توافق دوحه باید تطبیق شود. یک حرکت بینوان مثل بونی سابق که در او طالبان حضور داشته باشند، تمام سیاسیون نه دزدا و به حساب کسایی که افغانستان شور کرده، یک حکومت موقت ساخته شود و یک حکومت موقت آشتایسته چیره شود بالای تمام اینمی مشکلاتی که فهرست شد پیشتر گفته شد که ما چگونه بتانیم طالب مستقل را مدغم بسازیم به جامعه، چگونه به ریزو اشتغال پیدا کنیم، چرا او در 20 سال 25 سال او مصروف جنگ و کشتن بوده، مثل که به مجاهدین تجربه شده و تجربه ناکام به دلیل از اینکه او را تعقیب نکردن که تا با آخر برسه. ریفرم پلیس، ریفرم اردوی ملی، حالا ما میگیم که مثلا فلان کس قماندان فرقه، فلان کس قماندان هوایی، فلان کس لویدرستیست، از برای خدا در قرن 21 یک کس لویدرستیست شده میتونه که او از قماندانی بلوک شروع کرده باشه و ایفای وظیفه را در اردو به سلسله مراتب تا ریاست اپراسیون و بالاخره تا معاون لویدرستیز تا که لویدرستیز شود. ما یک نفر را میاریم میگیم لویدرستیز، یک را میاریم رئیس الوزرا هست، یک را میاریم که اینا قطعا خبر ندارن. در تمام از اینا شما بپارین یک نفری که با اصول نگارش برابر یک چیزی نمیشته بتانه وجود نداره. سلامت باشین آقای بلان. در اینطور یک وضعیت ما نمیتونیم کاری کرده، بهترش این است که اتکا بکنیم بالای یک روش سیاسیه که این روش سیاسی را تمام دنیا، روسیه، چین، امریکا همه توافق بکنند. اگر اختلاف هم دارند بالای دیگه موارد، بالای افغانستان باید توافق کنند. سلامت باشین آقای یارمند. ما در به در خاک بسر شدیم که در آینده بیش از این به تبایی می رویم. سلامت باشین. و موردهای پیشنهادی شما با آقای سادات در باب برون رفت از وضعیت کنونی چی هست مشخصا با امارت اسلامی؟ ببینید، ما شما صاحب از این ملک هستیم، برای این قربانی داده، مردم ما و شما زجر دیده، تکلیف دیده. من یقین دارم که ثبات سیاسی یا حکومت مقتدر در افغانستان
قابل پذیرش برای کشورهای همسایه و دور نزدیک نیست. تا که دل ما را خود ما به خود نسوزانیم، دیگرها بر ما دل نمیسوزن. اگر اینجا یک حکومت مقتدر باشد، مثل دوران حکومت ظاهرشاه که در جنگ دوم جهانی افغانستان گو بیا طرف کدام طرف استاده میشی، گو بی طرف. حالا میتونستند که اگر حکومت مقتدر و باثبات باشد، ما از قضایای جهانی و جنگای نیابتی و فشارهای بین المللی میتونیم به سادگی بیرون بریم و بگیم که افغانستان یک کشور بی‌طرف است، 43 سال جنگ بر ما کفایت میکنه، ما میخواهیم افغانستان باسازی بکنیم، بسازی بکنیم، مردمش از فقر و گرسنگی بکشیم، یک کشور جور کنیم که مثلا دوج خواسته های مردم به تمام معنا برآورده شود و مشکلات و چالش ها از سر راه ما کلی تمام موضوع را که ما بس میکنیم، دوستا بس میکنن، نظریات و دیدگاه ها است در رابطه با رفاه و آسایش و آزادی مردم افغانستان. ولی جهانیایی که 100 کشور در افغانستان تجاوز کرده، با شمول 18 کشور ایالات اتحاد شوروی سابق، ایالات متحده با ناتو، کشورهای عربی به نام القاعده و اینان، یعنی کشور نیست که در دنیا که با واقعیت با ما دوست باشه و دلش بسوزه. تنها یگانه راه حل همی است که زمامدارای افغانستان، چه سیاسی، چه روحانی، چه آدم دانشمند، چه فرهنگی، هر کسی که است، باید برای این مملکت و این مردم دل بسوزانه. در غیر از او اگر اینا دل نسوزانه، دنیا برای ما دل نمیسوزانه. چرا که در طول 43 سال معلوم شد که در افغانستان هر کسی آمد اینجا کارخانه نساخته، اینجا فقط یک میدان بازی و تطبیق وسایل و سلاح و مهمات شده بوده. بس به می خاطر از سیاسون افغانستان چی در داخل و بیرون است برای نجات افغانستان توجه بیشتر بکنه. سلامت باشین. سید قریب‌الله سادات آگاه مسائل سیاسی در استودیو، مرزا محمد یارمند آگاه مسائل نظامی و اسحاق اطمر استاد دانشگاه هم در خط اسکایپ. سپاس از حضورتان، همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز ممنون هستم. وقتتان خوش، خداوند نگهدارتان.